عقیل عقیل محمود دولت آبادی، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران 1383. تجربه بود فراهم آوردن داستان‌های 15 ساله در کارنامه سپنج، نیز تجربه در فراهم آوردن مجموعه آثار این قلم به مشارکت که پنداشته شده بود همه آنچه هست به تساوی تقسیم شود بین ناشران دوست. اما چنانچه چشم می داشتم آن زحمت جمعی به توفیق لازم دست نیافت. پس به دوستی بر آن شدیم کتاب ها یک یک و چند چند به ناشرانی سپرده شود که پیش از این آنها را نشر کردند. از این بابت مجموعه کارنامه سپنج به انتشارات نگاه بازگشت که این مجموعه را نخست منتشر کرده بود. اکنون تا چه پیش آید؟ بهمن ماه 82. موسیقی مورد استفاده از کنسرت همنوا با بم با صدای استاد محمد رضا شجریان و همایون شجریان می باشد. بر جای ایستاده مردها کلوخ ها نشسته بودند، کلوخ های ریز و درشت، کلوخ ها با قواره های جوراجور، قوز کرده، افراشته، در فریاد، هیولا، کمر شکسته، خسته، در هم ریخته، پاره جاها تخت، پاره ناهموار، پاره جاها خرمن خرمن خاک و کلوخ. دیوارها در برخی جاها هنوز سرپا بودند، اما سرشکسته، یال بریده. در پاره خانه ها هنوز رف و تاقچه بود، اما شکاف برداشته، خاک نشسته. همه درخت ها هر چند تا که بودند، بر جا ایستاده بودند، اما نه چنان که پیش از این. یک ناخن غبار روی برگ هایشان نشسته بود. برگ‌ها رنگ سبز شفاف خود را باخته بودند، افسرده بودند، غمگین و سوگوار بودند. تنشان همچنان زنده، اما جانشان کسل و پژمرده بود، مثل افلیج‌ها شده بودند. خمیازه‌ای خشک در تن یکایکشان مانده و مرده بود، خاک بر سرشان شده بود. تنها و بی‌کس بودند، بی صاحب. مرگ دندان خود را به آنها هم نشان داده بود. حیوانات و حشم آنها که مانده بودند یله بودند، بی افسار و بی پناه، بی پالان و بی آخر و بی آزوغه. روی خرابه ها و کنار گوشه جوی های خوش و بیخ تن هر درخت ایستاده بودند، گوش می جنباندند، دم می جنباندند و مگس های چاق و پلشت را از دور تن و پوست خود، از روی چشم‌های قی کرده و ساق‌های آلوده خود می‌رماندند، می‌تاراندند. خواف خراب شده بود و از خرابی خواف بوی گند، بوی تعفن برمی‌خواست. لاشه‌های مردم و حشم زیر خروارها خاک بو گرفته بود. از سوراخ‌ها و منفذ‌ها بوی تازه‌ای، بویی که کمتر کسی آن را تا حال حس کرده بود، برمی‌خواست. تن به نسیم گهگاهی نیمروز می‌سپرد و به این سوی و آن سوی می‌لغزید. بو را نمی‌شد دید، اما می‌شد خیال کرد که چون دودی غلیظ یا همچون بخاری از شکمبه حرام گوشتی برمی‌خیزد و قاطی هوا می‌شود. بو را نمی‌دیدی، اما حجم آن را حس می‌کردی. سنگین و نمناک می‌نمود، چسبنده و لزج، و همان دم خاک گرفته و زمخت می نمود. دماغ آنها که در خرابی یا بر کنار خرابی مانده بودند از بوی آغشته و آکنده بود. دماغشان پر از بوی بود، دماغشان با بوی آشنا شده، خو کرده بود. هوا را با بوی کسان و چارپایان خود به ریه ها می بردند و باز پس می دادند، بیان که بدان فکر کنند. بوی گند و عفونت جزء عمر و زندگانیشان شده بود.
مثل خرابی، مثل ویرانی، مثل نسیمی که میوزید یا نمیوزید، مثل آفتاب، آفتابی که دیگر نمیتابید، میدمید. نفس دیو بود، داغ و بویناک. آفتاب همیشه نبود، خاک آلوده بود، پیر بود، خسته بود، کم حوصله و تنبل و بی امید بود، گویی که این بار راست از خاک خشک و تشنه